دوستان و همراهان همیشگی درود بر شما، امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتون شاد، لبتون خندون و ایام به کامتون باشه. علی اسکو دلاور کشورم در وزن 77 کیلوگرم از مسابقات جام وحبی عمره سال 2024 اسفند ماه 1402 به روی توشک میاد در دیدار نیمه نهایی بعد دیدار به فینال راه پیدا خواهد کرد. امیدوارم دلاور کشورمون، دلاور مازنی ما علی اسکو باشه. کشتی آغاز میشه، نمار کشتی قزاق، علی اسکو با دونده قرمز قزاقباد و بنده آبی. ببینید در برابر کشورمون چه میکنه که کشتی های زیبایی تا الان گرفته. مختاری هم متاسفانه تشک کناری بینید تشک اومد. ببینید چه میکنه اسکو. عزیزان اینطوری میشه که ما حواسمون پرت میشه، هر از گاهی امتیازها رو اشتباه میکنیم، فنون رو اشتباه میکنیم. باید هم تشک ها رو کنترل کنیم، هم جدول رو کنترل کنیم. یه حدی روز سه تا تشک بچه ها دارن کشتی میگیرن، همه رو باید جمع و جور کنیم که خدا نکرده کشتی رو از دست ندیم. برای شما عاشقان کشتی، علی اسکو بهتر داره کار میکنه، میتونن اختیار کمکاری رو بدن به کشتی گیر غذا. قرص و محکم گلدور چند ماه پیش در قهرمانی ارتشای جهان طلا گرفت، اونجا هم کشتی های زیبایی گرفت آذربایجان. ببینیم تیم داوری که میخواد اختیار بده به کشتی گیر غذا. درخواست کمکاری میشه و مورد تایید قرار میگیره. حالا باید در خاک علی اسکو بنشینه، یه رقص پایی میکنه که نشون میده قبراق و سرحاله. علی اسکو که باراندازه زیبایی میزنه در خواهد، سالت های لیفت های زیبایی انجام میده و سالت های قشنگی میزنه. ببینیم یکی از سالت های قشنگش رو خواهیم دید یا نه. خواهد باید منتظر سوت داور باشه. علی اسکو ما دو تا طلا دو روز دیروز گرفتیم. ببین امروز بچه‌ها چه می‌کنن. سعید اسماعیلی هم لحظات پیش به فینال راه پیدا کرد. یه لحظه لیفت می‌کنه. ببین می‌کنه سالتاشو به اجرا بذاره یا نه. حالا دیگه نباید عجله کنه. یه لحظه میتابونه. بله. چهارتایی. کاملا تابون میتونن چالش کنن. کاملا تابون میتونن چالش کنن. داور می‌خواد دو تا بده. چهار تا داره. کاملا تابون شونه‌هاش یه لحظه تو به توشک چسبید. اگر ندن باید چالش کنن. خوش چالش میکردن بابا، همه دیدیم، مربی ها دیدن، چرا چالش نکردیم؟ خب از این ور آقای رحیم‌پور مربی کشورمون اشاره میکنه که چالش نکنن. داور تیم ملی کشورمون، البته داور بین‌المللی کشورمون آقای رحیم‌پور اشاره کرد که نداشت، همون دوتاست. خب بریم به ادامه کار. از کردم سالتوهای زیبای اجرا میکنه که یه لحظه عجله کرد، خوب جمع وجود کرد تندش، ولی خب یه دوتایی گرفت. چه کشی سه بر سه. حالا دیگه باید انرژیش رو ذخیره کنم برای سه دقیقه دوم که کشی غذا میاد سرعت رو بالا ببره و خاک بگیر از کشتی گیره ما. خوش نفس و گلدور و سرحال کشتی گیره ما. از 20 ثانیه پایانی رسیدیم. تشک کناری هم افتاری داره کشتی میگیره برای فینال. ده ثانیه تا پایان سری عقب و زمان داریم و همچنان آروم هر دو کشتیگی ترجیح میدن که برسن به 30 ثانیه استراحت. خب عزیزانی که به تازه به جمع برسید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر کشتی بعدی عزیزانمون باشی. دوستای لازم رو آقای دکتر حسن رعیناز و حسن حسینزاده عزیز مربی دوست داشتنی کشورمون میده به شاگردش. سمت دیگه هم دوست رو دارن گوشی غذا رو دارن آماده میکنن. پیج اینستاگرام ما یووی پارسی لطفاً
خب دوستان برگردیم به کشتی. سی چهل ثانیه باید رو به جلو باشه، یک دقیقه باید رو به جلو باشه تا بهش اخطار ندن. حالا یه لحظه یه دستور کشید، ببین تردش به هم میزنه یا نه. نه حتی چه خارج میشه، مگه یک امتیاز به آبی دادن. قبلش کشتیگیر ما درخواست چالش میکنه، ولی نه کشتیگیر ما پاش اتوچه رفته بود بیرون. این سمت مشخص بود، پاش یه لحظه رفت بیرون. خب ببینیم چه خواهد شد. درخواست چالش میکنه مرتبی ما. ببینیم یه لحظه انگار رفت بیرون پاش اتوچه، ولی خب علی سعادتگویی چالش رو برمیگرده. اینجا بچه‌ها داورای ما، بچه‌ها مربی‌ها این سمت بودن و کاملا مشرف به صحنه بودن. اشاره می‌کنن که پاش اتوشک بیرون رفت. محمد هادی ساروی هم که دیروز طلا گرفت اومده کمک کنه به بچه محلش علی اسکو. امیدواریم علی اسکو به فینال برسه و یه طلا امروز دشت کنه علی اسکو. چشا آخرس هم یه کار میکنم. خود داری کار میکنه، من خود که این شرایط افتار میدم. میشیم این کمالگیری یه لحظه دست زیره که همین درسته تو سرشاق باید امتیاز بگیر از این کشتگی. حالا درخواست اختار میشه برای کشتگی ما. غذاها یک پارچه تو سالن تصویر میکنن کشتگیرشون رو. اون سمت هم موازه مختلی پنجه یک عقب از کشتگیر ترک، ولی کشتگیر ترک رو در خاکش نشوندن. ببین این صحنه جالبیه. اینجا علی اسکو در خاک، روی این دو شکم مختاری داره تو خاک کار میکنه روی حریفش. ببینیم اینجا چه میکنه. جا به جا میشه علی اسکو که تو خواهد معمولا خوب میشه، بلکنه به هر ترتیبی هست مهندس رو میزن. یه لحظه رو پول گیر کرد، رو میکنه یا نه؟ رو میکنه. حالا یکی میگیم نباید از رو بر بیرون. فرار کرد، فرار کرد رو به بیرون. میتونن اختار بدن. کاملا رو به جلو حرکت کرده. چه کشتی چهار و چهار، ولی با این امتیاز هم ما برنده ایم. اگر درخواست چالش کنم مطمئنم به نفع ما خواهد شد. درخواست چالش کنم به نفع ما خواهد شد. کاش چالش میکردم، جای چالشی نداشت. حالا این بار تماشاچی قرقیزستان قزاقستان اینور گفتن که چالش نکنید. کاش چالش میکردم. چهار بعد چهار، ولی خب خیلی حساس و شکننده است این بار. امیدواریم که باز هم امتیاز بگی از این کشتیگی. البته استاد اداره کردن کشتی علی اسکو، این کشتیگیر خسته قزاق داره نفس میگیره ثانیه‌های پایانی بیاد. بچه های ما هم باید یاد بگیرن اینو. وقتی یک دقیقه یک دقیقه نیم زمان دارن نیازی نیست استرس بدن به خودشون. میتونن 30-40 ثانیه خیلی راحت آروم کار کنن، تمرکز کنن، نفس بگیره و 30-40 ثانیه آخر کافیه برای تک امتیاز یا حتی یک خاک دو امتیازی. بچه های ما وقتی یک دقیقه وقت دارن، یک و نیم دقیقه وقت دارن، مدام حمله میکنن، مدام حمله میکنن. اون استرس و فشار روحی هم رو سرشونه و نمیتونن دیگه امتیاز بگیرن. یک دقیقه باید رها کنن کشتی رو. 30 ثانیه پایانی میشه دو امتیاز و یا تک امتیاز رو گره. حالا کشتیگیر عزاق همین شیوه رو در پیش گرفته. نباید از اون استراحت کنه. خوب داره اداره میکنه. عالی. ما به عقب هم نذاشته که بهش اختار بدن. رو به عقب هم نمیره که اختار فنی بدن. عالی داره کشتی میگیره. یه ضربه هم میزنه کشتی قزاق. بعد 30 ثانیه رسیدیم. ببینیم دومین فینالیست چراغش روشن میشه یا نه. یه لحظه از سینکت نباید این مربوط نگاه کنه. کشتیگیر ما عالی داره کار میکنه. کشتی قزاق دیگه تموم شده، دیگه تموم شده. ببینید رها کرد، نفس گرفت. ببینید دنبال چی هست، کاری نکرد.
باید کشی نگه میدارید تا زکر سفت و سخت میدید. باید بچسبه بهش، بچسبه بهش، نباید از جدا بشه. بزنید زیر کت و همونجا نگهش دارید. یه از این شست برای کمالگیری باید نه تو سر دست های دلاوری کشفه همون بول کنید. علی اسکو دو تمام 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 چهار بر چهار. نمیدونم چی میگم مربی اونجا، نباید این حرکات رو بکنن که اگر هم یارو نمیخواد چالش کنه چالش کنن. کار تمومه، ما بردیم و خواسته چالش میکنن، حالا تیری به تاریکی. چرا نمیدونم عصبانی بودم مربی های ما و خواسته چالش میکنه. اون عقب زیاد نرفت که بخوان اخطار بدم. من کشتی نگه هم میدونم چند لحظه دوستان.